دلایل درد هنگام رابطه جنسی بدون شک روابط جنسی در یک رابطه عاطفی سالم و رضایت بخش بخش مهمی از زندگی جنسی و رابطه زوجین رو تشکیل میده اما برخی از افراد ممکن هست با مشکلاتی همچون درد هنگام رابطه جنسی مواجه بشن که میتونه تجربه اونها رو ناخوشایند بکنه و به کاهش رضایت جنسی و روابط زناشویی منجر بشه یکی از مشکلات شایع در این زمینه درد هنگام رابطه جنسی یا به عبارت دیگه دیسپارونیا هستش دیسپارونیا یا درد هنگام رابطه جنسی میتونه به علل متعدد برگرده از جمله انواع مختلفی از بیماری ها، و فونت ها، مشکلات جسمی و روانی باشه امروز میخوام در مورد علل روانی و جسمی درد در رابطه جنسی با شما صحبت بکنم سلام مریم هستم کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران و همینطور مربی حرفه‌ای در آنتاریو کانادا ممنونم که کانال ما رو برای بالا بردن کیفیت زندگیتون انتخاب کردید همین ابتدا خواستم از تمامتون تشکر بکنم بابت پیام های زیبا و ارزشمندتون ازتون میخوام اگر تا حالا سابسکرایب نکردید همین حالا سابسکرایب بکنید و زنگولی کنارش رو هم بزنید تا از ویدیوهای ما با خبر بشید همینطور ویدیوهای این کانال رو به دوستانتون معرفی بکنید دوستان من بریم بیایم شروع بکنم علل روانشناختی درد در هنگام رابطه جنسی درد هنگام رابطه جنسی ممکن هست به علل روانشناختی برگرده برخی از علل روانی که میتونه درد هنگام رابطه جنسی داشته باشه رو برای شما توضیح میدم استراب استراب یک واکنش روانی و فیزیولوژیک هستش که در مواجهه با تهدید یا نگرانی یا استرس به وجود میادش استراب جنسی به معنای استراب و نگرانی مرتبط با عملکرد جنسی و رابطه جنسی هستش فردی که استراب جنسی داره ممکن هست درباره مواردی مثل عملکرد جنسی خوب رضایت شریک جنسی اندازه و شکل بدن نگران باشه این نگرانی ها میتونه در طول رابطه جنسی به صورت ناخداغا یا خداغا مدام باشه و باعث کاهش لذت و راحتی در این ارتباط بشه فرض کنید یک زوج جوان تازه ازدواج کردن و برای اولین بار در حال تجربه رابطه جنسی هستن هر دوی اونها احساس استراب جنسی دارن همسر زن به دلیل نگرانی از واکنش شوهر و تاثیر عملکرد جنسی خودش بر روابط آینده استراب بیشتری رو میخواد تجربه بکنه و داره این استراب ممکن هست باعث تنش ازولانی و کاهش تمرکز در طول رابطه جنسی بشه و حتی ممکن هست درد رو در رابطه جنسی تجربه بکنه تجربه های ناخوشایند قبلی تجربه های ناخوشایند گذشته مثل تجاوز یا سوء استفاده جنسی میتونه باعث استراب جنسی بشه این استراب ممکن هست باعث ترس از تکرار تجربه ناخوشایند بشه و در نتیجه باعث درد و تنش در طول رابطه جنسی بشه فرد ممکن هست نتونه به خوبی وارد رابطه جنسی بشه به دلیل ترس از اذیت و آسیب دوباره به عنوان مثال یک تصور بکنید یک فرد در گذشته تجربه سوء استفاده جنسی رو داشته این تجربه ممکن هستش که باعث ایجاد استراب جنسی و ترس از رابطه جنسی بشه استراب و ترس ممکن هست منجر به تنش ازولانی بشه ازولات در ناحیه تناسلی به طور طبیعی در طول رابطه جنسی کنترل و رها میشن اما در صورت وجود استراب چی؟ در صورت وجود استراب ازولات به طور ناخواسته و ناخداغا منقبض میشن و تنش بیشتری رو هم ایجاد میکنن این ممکن است باعث درد در طول رابطه جنسیشون بشه هم همینطور ترس از تکرار تجربه ناخوشایند میتونه باعث کاهش لذت و انگیزه در رابطه جنسی بشه فرد ممکن هست اعتماد به نفس خودش رو از دست داده باشه و نتونه به خوبی وارد رابطه جنسی بشه این امر میتونه درد رو تشدید بکنه و به تجربه نامطلوب در طول رابطه جنسی منجر بشه عدم تطابق عاطفی بین زوجین عدم تطابق عاطفی بین زوجین به وضعیتی اشاره میکنه که در اون زوجین در ارتباط و احساسات خودشون احساسات عاطفی خودشون عدم همخانی و تعارض رو تجربه میکنن این مسئله میتونه به دلیل تفاوتهای شخصیتی ارزشها انتظارات نیازها باشه که بین زوجین چیه وجود داره اگر زوجین از نظر عاطفی به طور مطلوب هماهنگ نباشند این میتونه تاثیرات منفی بر رابطه جنسی اونها هم داشته باشه عدم تطابق عاطفی میتونه منجر به نارضایتی تنش اختلافات در رابطه جنسی هم بشه زوجین ممکن هستش نتونن به طور کامل به همدیگه متصل بشن و احساس صمیمیت و اعتماد رو تجربه بکنم این میتونه باعث کاهش میل و تمایل رابطه جنسی بشه و حتی درد و عدم راحتی رو در طول رابطه جنسی براشون به همراه بیاره فرض بکنید زوجی باشن که در یکی از یکی از اونها به عنوان یک فرد عاطفی و حساس شناخته میشه و فرد دیگه بیشتر به عنوان یه فرد منطقی و عملگرا شناخته میشه زوج عاطفی ممکن هستش که احساس نیاز به صمیمیت و بیان عاطفه و توجه به جنبه های عاطفی در اون باشه و به این چیزها بیشتر اهمیت بده در حالی که زوج منطقی بیشتر به جنبه های فیزیکی و عملکردی رابطه توجه میکنه این عدم تطابق تطابق عاطفی ممکن هستش که باعث ایجاد تنش و اختلافات در زندگی جنسی اونها بشه. نگرانی درباره عملکرد جنسی ممکن هست نگران باشید که به خوبی نتونید رضایت شریک جنسی رو به دست بیارید این نگرانی ها میتونه باعث تنش و فشار روحی بشه که در نتیجه ممکن هست منجر به درد و عدم راحتی در طول رابطه جنسی بشه به طور مثال یک مرد جوان تجربه میکنه که در چندین بار قبلی نتونسته کرده خوب او رو داشته باشه او از رسیدن به رضایت خودش و همسر خودش نگرانه این نگرانی ممکن هست در هنگام رابطه جنسی باعث تنش و استرس بشه و به نوبه خودش تاثیر منفی رو هم بر عملکرد جنسی بذاره فرد ممکن هست درگیر فکرهای منفی درباره خودش عدم اعتماد به نفسش و به خاطر نتونستن و موفق نشدن در این رابطه بشه دلایل جسمی درد هنگام رابطه جنسی عفونت ها عفونت ها مثل عفونت مثانه رحم لگن و یا عفونت های دیگه ای که در نواحی تناسلی واقع میشن میتونه علت درد هنگام رابطه جنسی باشه عوارض جراحی عمل جراحی در ناحیه تناسلی رحم بیزه ها پرده زیبایی و سایر ساختارهای مربوط به اندام تناسلی منجر به درد در هنگام رابطه جنسی میتونه بشه تنگی ازولات و تنگی ازولات و اروغ مربوط به ناحیه تناسلی و تنگی ازولات زیر شکمی میتونه علت درد در, در ناحیه تناسلی بشه و در هنگام رابطه جنسی بشه آسیب و زخم وجود آسیب یا زخم‌های درونی یا خارجی در ناحیه تناسلی هم میتونه هنگام رابطه جنسی درد رو به ایجاد بکنه اختلالات هورمونی تغییرات در سطوح هورمونی مثل استروژن تستوسترون میتونه تأثیری بر روی رطوبت و احساس درد در, در ناحیه تناسلی بشه ممنونم که تا انتها با من همراه بودید مطمئن بشید که سابسکرایب کردید و زنگوله کنارش را هم زدید و ممنون میشم یک نظر در زیر برای من بذارید به نظر شما درد در, در ناحیه تناسلی هنگام رابطه جنسی علتش چی میتونه باشه؟ من عاشق خوندن نظرات شما هستم و همینطور شخصا خودم به همه اونها پاسخ میدم دوستان من حتما این کانال رو به دوستانتون هم معرفی بکنید و به شما پیشنهاد میکنم که ویدیوهایی که در انتها میذارم حتما شما رو دعوت میکنم اونها رو ببینید شب و روز خوبی رو داشته باشید دفعه بعد میبینم اتون.